من هم سلام میگم به تک تک شما خواهران و برادران همراهان عزیزی که از طریق یوتیوب از طریق فیسبوک و از طریق اینستاگرام دارید ما رو نگاه میکنید حقیقتا اصلا آسون و ساده نیست که حداقل برای من که خیلی کم تجربه هستم در خدمت موعظه برای در عزیزانی هستند اینجا در حال خدمت اما صحبت کنم و مخاطبین خودم رو نبینم صندلی ها خالی باشه اما منم سعی میکنم مثل کشیش نسرین عزیز که هفته گذشته گفت تصور میکرد مخاطبین خودش رو که اینجا هستن منم سعی میکنم شما عزیزان رو در روح در واقع بتونم اینجا تصور کنم نگاه هایی که مثل همیشه با تشویق با محبت با پذیرش من رو نگاه میکردم و قلب هایی که همیشه باز بود برای شنیدن کلام خدا همونطور که میدونید از زمان های خاصی داریم در این جهان و در این زمان داریم عبور میکنیم اتفاقی که افتاده یک ویروس خیلی کوچیک میبینیم که تمامی جهان و تمامی دنیا رو چطور تحت تاثیر قرار داده و همه چیز به نوعی از حالت عادی خودش نه به نوعی کاملا از حالت عادی خودش خارج شده و همه چیز در حال دگرگونی است و مسلما و مطمئنا کلیسا نیز در این زمانها از این دگرگونی ها از این, این اثرات مستثنا نیست همونطور که میدونید جلسات کنسل شده به صورت لایو ما داریم خدا رو شکر برای تکنولوژی اما این مشارکت های صمیمانه ای که هر بار در کنار هم دیگه بودیم هر یک شنبه واقعا من دارم نگاه می‌کنم. کنم دومین هفته است حداقل تا پایان آپریل این شرایط ادامه داره و من دعا می واقعا آرزومندم برای شخص خودم که این زمان ها زودتر بگذره دوباره بتونیم جلسه کلیسایی رو داشته باشیم من تک تک شما رو در آغوش خودم بگیرم و همونطور که کلام خودم میگه با بوسه مقدس بتونیم به همدیگه سلام بگیم اما از ما از این زمان ها و از این روزها میتونیم به نحو احسن استفاده کنیم تمام دنیا در ناامیدی است در چه کنم چه کنم در یک دو روزهای بیخبری زندگی میکنه اما ما عزیزان میتونیم از این زمان ها استفاده کنیم که همه چیز رو به نفع خودمون عوض کنیم همه چیز رو به نفع کلیسای خودمون تغییر بدیم و اون هم اینه که میتونیم از این زمانها استفاده کنیم برای تبدیل برای تغییر برای عوض شدن ما میتونیم از این روزها استفاده کنیم تا خیلی از های زندگی ما که میلنگید مثل خود من زمان بذاریم وقت بذاریم و در حضور خدا اینها رو تعمیر کنیم درست کنیم اجازه بدیم خدا در ما کار کنه در واقع عزیزان میتونم بگم می این روزها میتونه یک روزهای تقدیس برای کلیسا باشه هر کدوم ما در خانه های خودمون رفتیم و منتظریم که این زمانها بگذره با خیلی چیزها روبرو نیستیم و امید من اینه آرزوی من اینه من فکر می کنم امید خداوندم اینه یک زمان که به ما داده وقتی که ما دوباره جمع میشیم خیلی چیزها باید تغییر کرده باشه بعد از هر زمانی که طول میکشه خیلی چیزها باید در ما تغییر کرده باشه من مطمئنم که برای همه ما یک چیز تغییر میکنه وقتی برگردیم کلیسا و اونم این هستش که اکثریت ما با اضافه وزن برمیگردیم پس نگران نباشید چون این چیزیه که همه دوچارش میشیم تو خونه هستیم بیرون نمیریم غذا زیاد میخوریم و به خودتون سخت نگیرید تازه اوایل قرنطینه هست ادامه داره نترسید در این قسمت همه با هم هستیم همه وقتی برگردید با خواهر برادرانی رو به رو خواهید شد که چندین کیلو اضافه وزن پیدا کردن این یک تغییر عظیم هست اما امیدوارم واقعا وقتی در این زمان ها برمیگردیم نه فقط وزن ما اضافه وزن پیدا کرده باشیم بلکه وزن روحانی ما افزوده شده باشه بلکه قد روحانی ما بلندتر شده باشه و وقتی که فکر می کردم به صورت خاص برای کلیسای خودمون برای کلیسای آلفا دیدم که خدا چقدر زیبا تک تک ما رو بدون اینکه از این زمان ها مطلع باشیم آماده کرده بود از ابتدای سال 2020 با معزه هایی که ما شنیدیم چطور خدا از اون ابتدای سال تمرکز ما رو از روی این دنیا از روی جهان از روی این زمین به وطن اصلی ما که در آسمانه گذاشت با مویزه های عالی که پاستور عزیز انجام داد که چطور توجه ما رو از مهین پرستی برد به یک میهن پرستی حقیقی که بدونیم که ما متعلق به اینجا نیستیم بلکه وطن ما در جای دیگه هست ما عزیزان میدونیم هر اتفاقی که در این زمین بیفته در این جهان بیفته حتی اگه این جهان کاملا نابود بشه از بین بره اما وطن آسمانی ما آسمان جایی که ما بهش تعلق داریم هرگز هیچ اتفاقی براش نخواهد افتاد هرگز تغییری نخواهد کرد هرگز از بین نخواهد رفت چون عیسی مسیح خداوند این رو به ما قول داده کلام خدا به ما این رو میده و این چه اطمینانی به ما میده چه امیدی به ما میده که جایی که ما بهش تعلق داریم جهانی که ما بهش تعلق داریم هرگز هیچ بیماری نمیتونه رو تحت تاثیر قرار بده هیچ اتفاقی هیچ جنگی هیچ قحطی نمیتونه از کیفیت عالی اون کم کنه و ما شنیدیم که چطور باید مثل یک سرباز زندگی کنیم سربازی که عزیزان تمام تمرکزش تمام توجهش به صدای فرمانده خودش هست و حقیقتا میتونم بگم این کلام هایی که ما شنیدیم ایمان راهاب برای امروز ماست خدا عزیزان کلیسای ما رو برای این زمانها آماده کرده و وقتی که فکر می کردم اوکی ما هر موقع یک تصوری از سرباز داریم اینه که سرباز در یک میدان جنگی داره مبارزه میکنه الان در بیرون حالا داره یا بشارت میده یا داره خدمت رحمت میکنه یا جد و جهت هایی داره میکنه لباس به تنش اسلحه ای داره اما الان تو خونه هستیم و داشتم به خودم فکر میکردم که زندگی یک سرباز در این روزها چطور باید باشه ما سربازانی که در قرنطینه هستیم وقتی به این فکر میکردم خدا من رو به یاد چند سال پیش انداخت دقیق نمیدونم کی بود سه سال پیش یا چهار سال پیش برادرای اینجا شاید یادشون باشه ما در جلسه برادران یک دوره ای رو داشتیم از رساله اول پتروس و اونجا کل رساله اول پتروس رو تعلیم میدادیم من افتخار این رو داشتم که در کنار پاستور عزیز این رساله رو قسمت‌هایش رو تعلیم بدم خدا من رو به یاد آیاتی در باب چهار رساله اول پتروس انداخت آیاتی که همون موقع خیلی برای من خاص بود خیلی برای من عجیب بود خیلی برای من به نوعی غیر قابل تصور بود اصلا نمیدونستم حتی یادم من باید اون قسمت رو تعلیم میدادم اما نمیدونستم باید این یک قسمت رو چطور توضیح بدم چطور تفسیر کنم با هم امروز در واقع بیس کلام ما روی دو تا آیه هست اما آیات دیگه ای رو نگاه خواهیم کرد رساله اول پتروس میتونید کتاب مقدساتون رو باز کنید باب چهار آیه هفت و هشت رو با هم میخونیم پتروس اینطور میگه پایان همه چیز نزدیک است پس جدی ترجمه قدیب میگه خرداندیش و در دعا منضبط باشید مهمتر از همه یکدیگر را به شدت محبت کنید زیرا محبت انبوه گناهان رو میپوشاند قسمت اول پتروس میگه پایان همه چیز نزدیک است از این آیه این کلام دو هزار سال پیش نوشته شده و چیزی که برای من خیلی توی این کلام توی این چند تا کلمه خیلی خاص بود کلمه همه چیز بود پایان همه چیز هر چیزی که ما تا امروز به دست آوردیم خودمون یا دریافت کردیم کار ما، شغل ما، تحصیلات ما، خانواده های ما، رابطه های ما، موقعیت های متفاوت اجتماعی هر چیزی که هست پایانش نزدیکه میتونه حتی در کلیسا باشه نه حتی میتونه بلکه هست همه خدمت های ما ما میبینیم هر هفته روز یک شنبه نزدیک به صد نفر در کلیسا خدمت میکردند اما آمین که دوباره از سر گرفته خواهد شد هر چیزی که هست عزیزان پایانش نزدیکه و چیزی که از این اتفاقات امروزه تو این جهان که داره میفته هر روز عددها و ارقام تازه ای رو میبینیم اطلاعات تازه ای رو داریم میشنویم از این بیماری فقط داره یک چیزی رو فریاد میزنه تمام این اخبارها که پایان همه چیز نزدیکه و اون هم بازگشته خداوند ما عیسی مسیح تمام این اخبار عزیزان تمام این اطلاعات تمام این عددها و رقمها یک چیز رو داره فریاد میزنه و اون هم صدای پای داماد آسمانی هست همونطور که در مسئله ده باکر میگه یک نفر فریاد میزنه در نیمه های شب داماد میآید داماد میآید عزیزان پایان همه چیز نزدیک پس دور این پس یک دایره قرمز بکشید قسمت اول میگه پس جدی یا خرداندیش باشید از اون وقتی ما اگه ما باور داریم که پایان من یکم میتونم تکون بخورم یا نمیتونم وقتی که ما باور داریم که پایان همه چیز نزدیکه پس دیگه نمیتونیم مثل گذشته هر طوری که دلمون میخواد زندگی کنیم دیگه نمیتونیم هر تصمیمی که دلمون میخواد بگیریم هر رابطه‌ای که دلمون میخواد رو داشته باشیم اینجا پلو اولین چیزی که پتروس میگه میگه که خرداندیش باشید جدی باشید ما باید در این زمان ها عزیزان با فهم خرد و بینشی که روح خدا به ما میده و کلام خدا به ما میده زندگی کنیم و این اول از همه در رابطه های من و شما دیده میشه رابطه ما با افراد دوروبر ما با دوستان ما حتی میتونه با خواهر برادران ایماندار ما باشه حتی میتونه با افراد نزدیک خانواده ما باشه پایان همه چیز نزدیکه پس خردند باشید پس جدی باشید زندگی خودت رو سرسری نگیر از ما باید بدونیم چه کسانی در این زمانها و در این روزهای آخر که خیلی زندگی ما با کوچکترین رابطه میتونه تحت تاثیر قرار بگیره چه کسانی دور بر ما هستند آیا افرادی هستند که از نظر کلام خدا تایید شدند یا خدا به ما در مورد اونها چیز دیگه ای میگه برای اینکه این رو بیشتر و بهتر متوجه بشیم باید سری بزنیم به رساله دوم تیموتائوس جایی که پولس شاگرد جوان خودش تیموتاووس رو نصیحت میکنه به او هشدار میده که هشداری که پولس به تیموتاووس میگه خیلی زیاد عزیزان میتونه به امروز من و شما ربط داشته باشه رساله دوم تیموتاووس باب سه آیات یک تا 5 رو با هم دیگه نگاه میکنیم من براتون میخونم تشویق میکنم این آیات رو تو خونه با دقت بعد مطالعه کنید دوم تیموتاووس باب سه آیات یک تا 5 اما آگاه باش ای برادر و خواهر عزیز که در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد از من اینجا نمیخوام نبوت کنم الان ما کاملا در زمان آخریم الان عیسی مسیح یه سال دیگه میاد فردا میاد نه هیچ کدوم اینها رو نمیخوایم بگیم خیلی از پیشگویی هایی که برای آمدن عیسی بوده انجام شده تعدادی هم انجام نشده اما میدونیم با تمام این اتفاقاتی که در جهان میفته ما حقیقتا در زمانهای آخر و در روزهای آخرین هستیم پولس میگه زمانهای سخت پیش خواهد آمد اینجا منظور پولس از زمانهای سخت چیه شرایط سخت میشه بیماری میاد قحطی میاد مردم غذا ندارن بخورن مریض میشن آیا اینها رو میگه روزهای سخت ببینیم منظور پولس از روزهای سخت چیه و نکته ای که هست عزیزان این کلام برای ایماندارانه، در مورد ایمانداران داره صحبت میکنه اما آگاه باش که در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد مردمان خودپرست پول دوست لافزن متکبر ناسزاگو نافرمان به والدین ناسپاس ناپاک بی بیگذشت، بی غیبتگو بی وحشی دشمن نیکویی خیانتکار بی و خودپسند خواهند بود از من نمیخوام تمام این صفت ها رو باز کنم فکر می کنم اگه یکی دو بار بخونید هر کدوم از این صفت ها تعریفش تو خودش هست میگه در زمان های آخر این شخصیت افراد میتونه باشه لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت افراد در زمانهای آخر لذت بردن های شخصی خودشون هر چیزی که باعث ارزای نفس اونها زندگی اونها موقعیت اونها خانواده اونها هر چیزی که باعث میشه اونها تقویت بشن اونها بلند کرده بشن اونها دیده بشن اونها لذت ببرن میگه بیشتر از خدا دوست خواهند داشت و در آیه پنج میگه هر چند صورت ظاهر دینداری دارند منکر قدرت آن خواهند بود از چنین کسانی دوری گزین و جای دیگه در رساله یهودا آخرین رساله احتحتیق پیش از کتاب مکاشفه که به حق پدران کلیسا این رساله رو در قبل از کتاب مکاشفه گذاشتن چون وقتی رساله یهودا رو میخونیم رساله یهودا نشانگر واقعا یک کلیسای ویران یک کلیسایی که بوی مسیح نمیده بوی انسانیت میده بوی روح خدا رو نمیده اونجا توصیف شده در رساله یهودا آیه 18 و 19 اینطوری میگه در زمانهای آخر استهزا کنندگانی خواهند آمد که بنابر شهوات خود که خلاف دینداری است رفتار خواهند کرد همین هایند که در میان شما جدایی میافکنند نفسانی و آری از روحند از آن کلام خدا به ما واضح میگه در این زمانها در این زمان هایی که حقیقتا ما هر کدوم تو خونه های خودمون هستیم از مشارکت ها دور هستیم بیش از هر زمان دیگه کلیسا نیاز به اتحاد داره نیاز به یک دلی داره بیش از هر زمان دیگه ای ما نیازی به احساس صمیمیت و با هم بودن داریم میگه افرادی پیدا میشن در این زمان ها که شروع میکنند بین شما تفرقه و جدای انداختن افرادی که خودپرستن میگه غیبت بی بند و بارند افرادی که سعی میکنن قلب تو رو فکر تو رو نسبت به کلیسا نسبت به رهبران نسبت به بقیه برادر و خواهرها سرد کنند فکر تو رو عوض کنند با پچپچها، با غیبت با پشت سر حرف زدن ها و یا حتی افراد بی ایمانی میتونن باشند که ایمان تو رو زیر سوال ببرند سالها کلیسا رفتن تو رو زیر سوال ببرند تو رو تمسخر کنند پولس میگه از چنین کسانی دوری گزین افرادی که پولس میگه یک ظاهر یک ایماندار رو دارن ظاهرا یک ایماندار هستند روحانی هستند اما در باطن منکر قدرت دینداری هستند منکر قدرت تبدیل کننده کلام خدا هستند منکر قدرت تبدیل کننده روح القدس در ایمانداران هستند چرا چون خودشون کسانی هستند که خودشون رو در اختیار روح خدا نگذاشتند خودشون رو تسلیم نکردند خودشون رو مطیع کلام خدا نکردند که اونها رو تبدیل کنه و این افراد معمولا یک مشخصه و ویژگی خیلی بزرگ دارن و اون این هستش که تغییر و تبدیلی که روح خدا در تو انجام میده رو نمیپذیرن نه فقط نمیپذیرن رد میکنن به صورت مداوم امروز تو رو تصمیمای امروز تو رو حال تو رو موقعیت تو رو با گذشته تو مقایسه میکنن تو یه سال پیش یه جوری دیگه فکر میکردی تو دو سال پیش فلان حرف رو زده بودی تو چند وقت پیش اصلا یه کار دیگه میکردی فل اونجا بودی فلان کار بودی هزار تا چیز بودی نمیتونن عزیزان بپذیرن که افراد میتونن نسبت به گذشته خودشون تغییر کرده باشن من خودم از نسبت به یک سال پیش خودم خیلی نگاه من طرز فکر من طرز دید من دعاهای من نسبت به مسائل عوض شده حتی سلیقه من در خیلی جاها عوض شده خیلی جاها عکس العمل هایی که نشون میدادم الان دیگه اونها رو نشون نمیدم و این افراد هستند که تغییر و تبدیل رو در تو انکار می کنند. قدرت دینداری رو در تو انکار می کنند. و پولس رسول میگه از چنین کسانی دوری گزین. این افراد همونطور گفتم میتونه در از ایمانداران باشه چرا چون در همون باب سه آیه هفت پولس میگه این افراد با اینکه همواره تعلیم میگیرند هرگز به شناخت حقیقت نمیتونن برسن این افراد میتونن کسایی باشن که هر هفته دارن موعظه میشنون هر هفته دارن تعلیم میگیرن تو تمام جلسات شرکت میکنند اما هرگز به شناخت حقیقت نمیرسند و در آیه 9 میگه این افراد راه به جایی نخواهند برد بلکه روزی حماقتشان بر همگان آشکار خواهد شد این افراد این گونه افراد میتونن از اعضای خانواده من و شما باشن پدر یا مادر برادر یا خواهر فرزندان ما عزیزان پولس میگه از چنین کسانی دوری گزین خیلی درد داره حقیقتا خیلی سخته که تو بخوای عزیزترین کست رو شاید تو خونه تو باشه ازش دوری کنی حقیقتا به راستی همه کسانی که بخواهند در مسیح عیسی با دینداری زیست کنن آزار خواهندید و این آزارها اول از همه درونی است عیسی مسیح خداوند در انجیل متا باب ده آیه سی و چهار تا سی و هفت میگه گمان مبرید که آمدم صلح به زمین بیارم نه آمدم تا صلح بیاورم بلکه تا شمشیر بیاورم زیرا آمدم تا پسر را بر پدر دختر را بر مادر و عروس را بر مادر شوهرش برانگیزانم دشمنان شخص اهل خانه خودش خواهند بود هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست داشته باشد شایسته من نباشد و هر که پسر یا دختر خود را بیش از من دوست دارد شایسته من نباشد پایان همه چیز نزدیک است پس جدی و خرد اندیش باشیم از این بیایم مثل یک سرباز رفتار کنیم بدونیم که هر تصمیمی که ما میگیریم هر ارتباط ما با یک شخص دیگه میتونه موجب خوشنودی رضایت و یا ناراحتی فرمانده ما بشه و این رو بدونیم عزیزان که ما روزی که در مقابل او بیستیم هیچ بحانه برای توضیح و توجیه این کارهای خودمون نداریم چون او شخصا و کاملا ویژگی این افراد رو برای ما نام برده و به ما گفته از چه کسانی دوری گزین مخصوصا در این زمانهای آخر چند بار شده من به افرادی گفتم افرادی که کسای دیگه تو زندگیشون بودن که با رفتارشون با حرف زدن موجب آزار اونها می شدن موجب قیبت بدگوی و این افراد شنونده بودن یا همکاری میکردن بارها سوال کردم گفتم چرا رابطه خودتو کم نمی کنی چرا رابطه خودتو قطع نمی کنی دلم میسوزه براش گناه داره برادر خواهر عزیز الان زمانیه که دلت اول برای خودت بسوزه و مطابق کلام خدا و احکام فرمانده خودت زندگی کنی آمین پس خیردندیش و در دعا منضبط باشید میگه وقتی پایان همه چیز نزدیکه ما باید در دعا منضبط و هوشیار باشیم این زمان ها از من خودم بیشتر از همه با اینکه تو قرنطینه این وقت زیادی هست اما من بیشتر از همیشه این احساس سستی احساس تنبلی و احساس کرختی میکنم و اصلا حوصله ندارم من تا قبل از این خیلی دعاهای من پر قوتتر بود هر روز پا می شدم پرستش میکردم دعا میخون دعا میکردم کلام میخون ولی این روزها اصلا انگار که چیزی من رو داره میکشه پایین و اینجا میگه اینجاست که عزیزان میگه در دعا منضبط باشید دیسیپلین داشته باشید باید مثل یک سرباز رفتار کنیم هر روز عزیزان مثل یک سرباز در حضور خدا بیستیم و با انضباط دعا کنیم واقعا من این موضوعات دعایی که از طرف کلیسا داده شده من اینها رو چاپ کردم زدم روی دیوار کمد اتاقم که حتی اگه یادم میره بخوام توی گوشیم یا توی آیپد نگاه کنم اینا جلو چشمم باشه به یاد بیارم که من وظیفه دارم من یک سرباز هستم من چه دلم بخواد چه دلم نخواد باید هر روز در انضباط در اون دیسیپلین برای این موضوع دعا کنم اصلا عزیزان این موضوع ربطی به حال حسل و حس ما نداره بلکه ربط به هویت جایگاه و خاندگی ما به عنوان یک سرباز داره ما اگر میخوایم سرباز عیسی باشیم در این روزها انضباط ما در دعا این رو نشون میده شاید یه جاهای حوصله نداشته باشی مثل داوود تو مزمور 103 امروز این سرود رو خوندیم به جان خودت بگوی جان من برخیز و خداوند رو عبادت کنی جان من برخیز و دعا کن ای جان من برخیز و خداوند رو شکرگزاری کن فراموش نکن محبت های او رو فراموش نکن رحمت های او رو فراموش نکن ای جان من که چه فیضی بر توست پس برخیز و خدا رو پرستش کن با انضباط با دیسیپلین یک سرباز از این رو باید بدونیم در این روزها دعای ما مقدسین دعای ما ایمانداران میتونه تاثیر بزرگی در تمامی اتفاقات این جهان داشته باشه در مکاشفه باب هشت رو وقتی که نگاه میکنیم نوشته این دعاهای مقدسین هست دعاهای من و تو هست که به پیشگاه خدا بالا برده میشه و چطور توسط فرشتگان سرنوشت نهایی این جهان رو تعیین میکنه پس عزیزان بزرگترین وظیفه ما به عنوان یک سرباز میهن پرست در این زمان ها ایستادن در جبهه دعا و شفاعت کردن برای این زمان هاست شاید زمان های در روح نیستی اما در عقل پولس میگه زمان های در روح دعا می کنم و زمان های در عقل این موضوعات رو جلوی خودمون بگذاریم و شروع کنیم دونه دونه برای اینها دعا و شفاعت کردن و انضباط دعا رو عزیزان بیاموزیم و قسمت آخر میگه یکدیگر رو به شدت محبت کنید زیرا محبت اندوه گناهان رو میپوشاند یکدیگر رو به شدت محبت کنید محبت در خانواده شروع میشه من خدا رو شکر یا متاسفانه متأهل نیستم این قسمت خداارشک متاسفانه خودشون میتونید انتخاب کنید اما در زمانهایی که خیلی زن و شوهرها در رابطه نزدیکتری با هم دیگه هستن یه جوکی بود این از طرف یک, یک زنی این رو گفته که من تا این حد برای رابطه زناشویی آمادگی نداشتم به من گفتن شوهر میکنی شوهرت صبح میره از خونه بیرون شب میاد الان هر روز 24 ساعت تو خونه پیش منه شاید شما باشین چه زنها چه شوهرها تا این حد برای رابطه زن و آمادگی نداشته باشید که هر روز چند ماه کنار هم دیگه باشید اما برای این هم خدا ما رو آماده کرد دو سه هفته قبل از اینکه وارد قرنطینه بشیم کشیش نسرین عزیز چه موعظه عالی و پر از قوتی درباره رابطه زوجها کرد اون موقع من اصلا نفهمیدم گفتم این موعظه وسط بقیه این موعظه ها انگار موضوعش یه جوری نمیخورد اما خدا میدونست داره چه صحبتی میکنه خدا میدونست داره چه حرفی میزنه خدا میدونست زمانهایی خواهد اومد که اتحاد و رابطه زوجها قرار قویتر و تقویت بشه یکدیگر رو به شدت محبت کنید قسمت دیگه عزیزان افرادی تو کلیسای ما هستند افراد مسنی که نه اینستاگرام دارن نه فیسبوک دارن نه یوتیوب دارن نمیتونن این جلسات رو نگاه کنن افرادی که تو های ما اینترنت خیلی ضعیفی دارن افرادی که تنها هستند ما که الان تو خونه هستیم و وقتمون آزاده شروع کنیم به این افراد تماس گرفتن به اینها زنگ زدن خبرشون رو گرفتن هفته یک بار باشون دعا داشته باشیم حالشون رو بپرسیم تا در این زمانهایی که خیلی از خیلی ها بیخبر هستن افرادی خدای نکرده از بین ما گم نشن ناامید نشن ایمانشون سرد نشه به سمت دنیا کشیده نشن شبانان و رهبران عزیزان نمیتونن به تمامی اعضا زنگ بزنن اما شما هر کدومتون هر کسی رو که میشناسید که میتونید باش ارتباط برقرار کنید میدونید تنهاست مردان تنهای زیادی ما داریم زنهای تنها نوجوانان تنها جوانان تنها باشون تماس بگیرید هفته دو یا سه بار حالشون رو بپرسید بدونن احساس وابستگی رو بکنن به کلیسا به بدن مسیح از طریق محبت شما یکدیگر را به شدت محبت کنید محبت اندوه گناهان رو میپوشونه این آیه از نباید اشتباه تفسیر بشه ما نمیگیم الان هر کسی هر گناهی کرده بدون توبه الان ما زمان آخر همه رو ببخشیم نه بلکه از این بخشش بخشیدن انبوه گناهان توسط محبت هر چیزی که مربوط به شخص تو میشه جایی که خودخواهی های من و شما جایی که حق من عدم بخشش هایی که از گذشته مونده حق هایی که نتونستیم ببخشیم کینه هایی که در دل ماست ناراحتی هایی که در ماست جایی که هنوز چرا و سوال داریم چرا این اتفاق برای ما افتاد چرا فلانی در حق من این کار کرد این چراها عزیزان کلام خدا میگه محبت میتونه انبوه اینها رو بپوشونه و این چراهای من و شما رو برداره پایان همه چیز نزدیکه و در این زمانهای پایان از ما وقت برای پیدا کردن چراهای خودمون نداریم وقت برای پیدا کردن جواب های خودمون نداریم وقت برای اینکه چرا در حق من ناعدالتی شده حق من خوردن وقت برای دنبال اینها گشتن نداریم بلکه زمانهایی هست که از محبت خدا از فیض خدا باید استفاده بکنیم که همه اینها رو ببخشیم همه اینها رو بپوشونیم و هر چیزی هم هست به خدایی بسپاریم که او وعده داده و قول داده که روزی عمل خواهد کرد و به میان خواهد اومد عزیزان عنوان کلام امروز من هست زندگی یک سرباز در قرنطینه ما در مسیر سربازی هستیم قطع نشده پازه نیست یک سرباز هرگز پازه نداره قرنطینه نداره یک سرباز در قرنطینه هم میتونه سرباز باشه و کلام خدا این رو به ما میگه با جدی بودن خرداندیش بودن با فهیم بودن در رابطه هایی که داریم در انضباط و دیسیپلینی که در دعا هستیم در جبهه دعا چطور میستیم و شفاعت میکنیم و پتروس میگه مهمتر از همه در این زمانهای جفا در این زمانهای دوری یکدیگر رو به شدت محبت کنید چون محبت هستش که اندوه گناهان رو میپوشونه آمین با هم دعا کنیم هلالوی خداوند شکر خداوند تو رو شکر میکنیم برای کلام زندگی تو تو رو شکر میکنیم خداوند که تو در این زمان ها هم خداوند تو با ما کار داری ای روح القدس عزیز تو به ما بیاموز به ما یاد بده خداوند که چطور این زمان ها رو جدی بگیریم هر روز و هر لحظهش رو جدی بگیریم فکر نکنیم اوکی الان یه, یه ماه تو قرنطینه باید فقط بخوابم استراحت کنم بلکه بدونیم این زمان ها برای ما به عنوان سربازان زمان های برای تبدیل برای تغییر برای تقدیس ای خداوند به ما فهم بده ما رو حکمت ببخش ای خداوند ما رو فهیم کن ما رو خرداندیش کن که زندگی ما در این زمان همراه با خدا ترسی باشه در رابطه های خودمون با تو و هرگز خداوند کاری کن که ما هرگز فراموش نکنیم که اولویت ما به عنوان یک سرباز رضایت فرمانده ماست نه رضایت کسی دیگه ای ما باید برای خوشنودی فرمانده خودمون زندگی کنیم ای خداوند دعا میکنم بر هر کسی که مثل من در دعا کردن سست شده، ای روح القدس عزیز، تو قوت ببخش، تو قوت ببخش، تو امید ببخش، تو شادی رو منتقل کنه ای خداوند، دعا می کنم برای خانواده های عزیز، برای زوج ها، برای فرزندان که محبت آسمانی تو در این زمان ها برقرار باشه ای خداوند، و بتونیم نه فقط این محبت در بین ما باشه بلکه بتونیم با بقیه اعضای کلیسا خداوند این محبت رو برقرار کنیم تا روزی که دوباره همه در ساختمون جمع میشیم حتی یک نفر از ما کم نشده باشه بلکه همه ما با یک امید تازه با یک ایمان تازه با یک محبت تازه با یک قلب و عشق تازه بتونیم دوباره دور هم جمع بشیم الحال خدای سلامتی خود شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح بی عیب محفوظ بماند او که شما را فرا میخواند او که تو رو فرا خوانده امین است و این را خواهد کرد فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد آمین